درباره وضعیت جواد روحی، همونطوری که خانم برومند گفتن، حالا به جز شرایط جسمی و روحی که داشته و نباید در زندان می بوده، وکیلش گفته حکم اعدامش 3 بار نقض شده بود و پروندهش در شعب مختلف دادگاه در رفت و آمد بود و سرگردان. در این شرایط آیا اون نباید با قرار وثیقه آزاد می شد؟ اصلا 1 سال بازداشت موقت در این شرایط قانونیه؟ بر اساس پرونده ایشان، ایرادات بسیار عدیده ای در این پرونده و ایزن انتقادات فراوان یا اعتراضات فراوانی نسبت به کارکرد نادرست و غلط قوه قضاییه در این پرونده وجود داره. در وهله اول این فرد بیگناه بود، هرگز شایسته این نبود که این حکم غیر انسانی اعدام را برای وی در نظر گرفتن یا صادر کردن، چون یک فردی بیگناهی بود، مثل هزاران نفر از این حق برخوردار بود، در اعتراضات شرکت کرد، اما وی را تحت عنوان مثلا آتش زدن قرآن یا سب و نبی، افساد فل ارض، محکوم به اعدام کردن. وقتی که حکم اعدام وی در دیوان عالی کشور نقض شد، وفق ماده 474 از قانون آیین دادرسی کیفری بایستی بلافاصله وی از زندان آزاد بشه، یعنی اجرای حکم متوقف بشه، قرار بازداشت موقت وی به وثیقه متناسب تبدیل بشه و باید بلافاصله آزاد بشه. این یک نکته. بنابراین این امر نسبت به آقای روحی هرگز رعایت نشد و قانون به طور کامل در اینجا پایمال شد. 2، طبق قانون تمام زندانیان بایستی برخوردار از حق درمان باشند. آیین‌نامه سازمان زندانها این حق رو برای تک تک زندانیان در نظر میگیره. در نظر داشته باشیم تک تک زندانیان امانت هستند در اختیار سازمان زندانها. اما افسوس فراوان، رژیم جمهوری اسلامی ایران هرگز حق درمان را برای زندانیان لحاظ و رعایت نمی کند. نکته 3، در فرایند این پرونده به انواع مختلف شکنجه های روحی، روانی و جسمی فراوانی نسبت به جواد روحی صورت گرفت. عدم دسترسی وی به داروهای استانداردی که بایستی از اون برخوردار باشه و ممانعت وی از استفاده از این داروها نوعی شکنجه و موجب مرگ وی شده است. بنابراین آنچه که برای ایشون اتفاق افتاده یک قتل دولتی آمدانه محسوب میشه که با برنامه ریزی از قبل تعیین شده بر اساس شرایط پرونده و بر اساس وضعیت وی صورت گرفته است.